مقداری روغن، اونم روغن زیتون یا کنجد استفاده میکنیم. این از قارچه‌ای که خرد کردیم. خب قارچه‌ها آماده است، میریم سراغ بقیه موادمون. از پیازچه شروع میکنیم. پیازچه ها رو به صورت حلقه های نازک خردشون میکنیم به این صورت و بعد از اون میریم به سراغ فلفل های دلمه ایمون. خب این از پیازچه. حالا فلفل دلمه ای داریم، از فلفل دلمه ای قرمز و از زرد استفاده میکنیم. اون رو به صورت هر اول به صورت خلالی یا نواری برش میدیم. میتونیم به همین شکل در کنار قارچ داشته باشیم. اونی که سلیقه شماست و ذائقه ای که دارید. فلفل دلمه زرد رو هم همینطور برش میزنیم به این حالت. اگر به حالت ریز اون رو برش بزنیم، در هر قاشقی که شما از غذا میل میکنید میتونید ترکیب این مواد رو در یک قاشق داشته باشید، ولی اگر فلفل دلمه ای ها و مواد دیگه درشت باشه این اتفاق نمیفته و قابل تنظیم نیست. قارچ رو اضافه میکنیم داخل تاوه و شروع میکنیم به تفت دادن اون. صدایی که از قارچ ها به گوش میرسه حاکی از خام بودن این قارچ هاست و باید بهش یه فرصت کوتاه بدیم با مقدار دیگه از این روغن تا بیشتر و بهتر تفت بخورن. در این مرحله میریم به سراغ فلفل سبز. فلفل سبز رو میتونیم با یک برش به دو قسمت تقسیم بکنیم و بعد داخل اون رو از دونه هایی که داره خالی بکنیم و بعد اون رو به صورت خلال نازک یا به صورت نگینی برش بدیم. به این حالت کاملا ریز میکنیم. اگر میخواید غذاتون خیلی تون نشه، مقدار فلفل رو کمتر مورد استفاده قرار میدید. مواد لازمی که ما به شما در برنامه هامون توضیح میدیم اجباری نیست، شما میتونید نسبت با ذائقتون اونها رو تغییر بدید. هنوز قارچ ما آماده نشده و باید یه فرصت کوتاه بهش بدیم که قارچ ها تفت بیشتری بخوره و آماده تر بشه. این هم از فلفل های تندمون. در این مرحله میتونیم پیازچه و فلفل دلمه ای رو اضافه بکنیم. اگر تمایل داشتید میتونید از عصاره مرغ هم استفاده بکنید، اما من ترجیح میدم که طعم واقعی سبزیجات رو در این خوراک داشته باشم. کاملا با هم باید مخلوط بشه. در نهایت گوجه هایی که اینجا دارم میتونم اضافه بکنم. آخرین مرحله هم فلفل تند رو باید اضافه بکنم. اما در این مرحله میرم به سراغ مقداری نمک. و یه مقدار کم هم از پودر سیر استفاده میکنم. این بازی کردن با ادویه ها و چاشنی ها غذای ما رو رفته رفته خوشمزه تر میکنه. به محض اینکه پودر سیر رو اضافه کردیم سریع باید اون رو هم بزنیم تا مبادا پودر سیر ما بسوزه.
یه مقدار دیگه از پودر سیر اضافه میکنم. شما میتونید از سیر تازه هم برای این غذا استفاده بکنید. خب در این لحظه میریم به سراغ اضافه کردن گوجه ها. این گوجه ها رو شما میتونید به صورت درسته در این خوراک استفاده کنید، یا میتونید اونها رو به صورت چهارقاج به این فرم و شکل، یا حتی به صورت درسته در این خوراک مورد استفاده قرار بدید. گوجه هایی که درشت‌تر هست میتونید به چهار قسمت تقسیم بکنید و گوجه های کوچکتر رو به دو قسمت. با این کار دیگه ما نیازی به رب نداریم و این گوجه ها کم کم خودش رنگ و مزه خوبی رو به خوراک ما خواهد داد. گوجه ها رو یکی پس از دیگری دونه به دونه این برش ها رو انجام میدیم با حوصله و در این مرحله نوبت به گوجه ها میرسه. به هر غذایی که شما گوجه استفاده کردین، نمک باعث میشه که غذای شما خوشمزه تر بشه. منتها حتما باید اون رو تست بکنید و اگر پسندیدید طعم اون رو، دیگه نمک کافیه. خوراک قارچ رو من الان دارم میبینم، احساس میکنم مقدار سبزی اون کمه، پس میرم به سراغ باغچه کوچیکی که در گوشه آشپزخونم دارم و از سبزیجاتی که اینجا دارم میچینم و برای خوراکم استفاده میکنم. سبزیجات کاملا زیر دست باید جمع بشه. از همون ابتدا خیلی ریز باید اونها رو خرد بکنیم. حالا نوبت اضافه کردن سبزیجات معطری که اینجا دارم و در نهایت فلفل سبز. حدود 10 ثانیه زمان ما لازم داریم تا طعم این سبزیجات معطر به خورد قارچ، فلفل دلمه‌ای و دیگر مواد مثل گوجه فرنگی بره. یه فرصت کوتاه میخوام، خیلی سریع ادامه کار رو به اتفاق خواهیم دید. همراه ما باشید. غذای ما آماده شد. این غذای خوشمزه روی یک سفره زیبا مکمل همدیگه هستن.